عشقی که گوگوش رو در آتش خود سوزاند. دوستان عزیز، به کانال نیوز تیوی خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و اون زنگوله کناریش رو فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. گوگوش، عشقی که او را در پیری حسابی سوزاند. حضور رها اعتمادی در آکادمی گوگوش حسابی قلب گوگوش را عاشق کرد. گوگوش بعد از آکادمی گوگوش سعی کرد با ابراز علاقه به رها اعتمادی او را شیفته خودش کنه، در حالی که رها اعتمادی یک شخصیت بسیار منافع پرستی بود که گوگوش را فقط به خاطر منافع مالیش دوست داشت. زندگی جدید گوگوش و رها اعتمادی بعد از آکادمی گوگوش شروع شد تا به امروز. در این سالها رها اعتمادی تا میتونست رابطه گوگوش رو با همه خانوادش به خصوص تنها فرزندش و نوه‌هاش قطع کرد. حتی رها اعتمادی در این سالها باعث شد که گوگوش تنها خونه‌ای که به فرزندش و نوه‌هاش به امانت داده بود اون خونه رو هم از اونا پس بگیره و برای بیرون کردن نوه‌هاش از اون خونه دست به هر کاری بزنه. تمام کارهای گوگوش بر طبق میل رها اعتمادی انجام می شد. گوگوش برای اینکه عاشق رها بود، برای اینکه عشق خودش رو به رها ثابت بکنه، بر طبق میل و خواسته او عمل می کرد. اگر کاری می کرد که برخلاف میل رها اعتمادی و برخلاف منافع مالی رها اعتمادی می شد، رها به او روی خوش نشون نمی داد. تصاویری از رها اعتمادی و گوگوش در سالهای اخیر منتشر شد که رها اعتمادی در این سالها بعد از به دست آوردن منافع مالی که از گوگوش به دست آورده بود دیگه به اون روی خوشی نشون نمی داد. در این تصاویر دیده شده که رها اعتمادی که به همراه گوگوش برای کاری به یک اداره مراجعه کرده بودند، در تصاویر به دست آمده رها اعتمادی با یک رفتار زشت و زننده با گوگوش رفتار میکنه، به طوری که حتی جلوتر از گوگوش با بی‌اعتنایی از صندلی بلند میشه و بدون توجه خاصی گوگوش رو ترک میکنه و اسطوره موسیقی کشورمون یعنی خانم گوگوش از این رفتار و بی توجهی گوگوش بسیار ناراحت و غمگین میشه و بعد خودش به تنهایی اون دفتر رو ترک میکنه. بسیاری از نزدیکان خانم گوگوش اعلام کردند گوگوش در این سالهای اخیر هر چیزی که داشته و نداشته رو که میتونست متعلق به نوه‌هاش و پسرش باشه تحت سلطه رها اعتمادی قرار داده و حتی رها اعتمادی برنامه هایی رو برای خانم گوگوش برنامه ریزی کرده بود برای منافع شخصی خودش، مثلا تولید عطرهایی با برند گوگوش که فقط و فقط منافع مالی اون برای رها اعتمادی بود. در مراسم رونمایی عطر گوگوش هر آن کسی رو که رها اعتمادی گفته بود خانم گوگوش از اونها دعوت کرد، حتی اجازه نداشت نوه‌هاش رو به این مراسم دعوت بکنه، تا اینکه خانم گوگوش در این اواخر مبتلا به یک بیماری به نام پارکینسون شدن و دیگه توانایی اداره برنامه‌های بیشتر رو ندارند و رها اعتمادی که گفته شده بود او در ابتدا یک بچه بازی بوده که پرونده هم در این زمینه در سوئد داره و یکی از عوامل قاچاق مواد مخدر هم هستش، حالا به عنوان پارتنر گوگوش به منافع شخصیش که پولدار شدن بوده رسیده. البته همه اینها رو زیر سایه خانم گوگوش داره. در قسمتی از افشاگری های پدر رها اعتمادی آمده که پدر رها اعتمادی از او به عنوان یک آدم فاسد و خلافکار یاد میکنه و میگه من دیگه رها رو نمیشناسم. گرچه عموی رها اعتمادی در دربار حضور داشته، ولی همه ثروت و هر آن چیزی که داره گفته شده بیشتر از خانم گوگوش بوده. گفته شده که خانم گوگوش در حال حاضر تصمیم‌هایی در مورد زندگی شخصیش بعد از مصاحبه اخیرش با خانم هما سرشار داشته
که در این مصاحبه که باز هم با برنامه‌ریزی‌های قبلی رها اعتمادی بوده که در این مصاحبه تام میتونسته به خواست و میل رها اعتمادی تنها فرزندش کامبیز قربانی رو به نوعی سرزنش و سرکوب کرد تا باز هم دل رها رو بیشتر به دست بیاره. این در حالیه که خانم گوگوش در این مدت فشار روحی خیلی زیادی رو متحمل شد به خاطر عشق یک طرفه‌ای که به رها اعتمادی داشت و رها مدتی پیش به طور غیر مستقیم اعلام کرد که تصمیم گرفت از تیم خانم گوگوش جدا بشه. این در حالی بود که همزمان با اطلاع رسانی رها اعتمادی و جدایی رها اعتمادی از تیم خانم گوگوش، خانم گوگوش تصمیم عجیبی رو میگیرن. در یک اتفاق غیر منتظره خانم گوگوش در یکی از کنسرت‌های اخیرشون دوستای قدیمیشون رو و همچنین یکی از خواهرانشون و همچنین نوه‌شون مایا قربانی رو به کنسرتشون دعوت میکنن و در این کنسرت نوه‌شون رو به عنوان مشهورترین مدل در حال حاضر اروپا به هزار معرفی میکنند که افتخار خانم گوگوش بوده. بعد از اون کامبیز قربانی که اعلام کرده بود به خاطر مسائل و مشکلاتی که مادرش با او داره، حتی 5 ساله که مادرش نذاشته تلفنی با او صحبت بکنه، و بعد از دل کندن خانم گوگوش از رها اعتمادی، خانم گوگوش تصمیم میگیره که عشق خودش رو به فرزندش کامبیز قربانی و نوه‌هاش در واقع ابراز کنه و آقای محمود قربانی، همسر سابق خانم گوگوش، در افشاگریاشون اعلام میکنه که گوگوش تصمیم جدیدی برای زندگی خودش و پسرمون و نوه‌هامون گرفته و آقای محمود قربانی هم اعلام کردن من همیشه عاشق گوگوش بودم ولی متاسفم که اون همیشه من رو نادیده گرفته. دوستان عزیز، به نظر شما محمود قربانی عاشق‌تره یا رها اعتمادی؟ به نظر شما آیا گوگوش حالا باید عاشق محمود قربانی باشه یا رها اعتمادی؟ لطفا نظراتتون رو در این مورد در قسمت کامنت ها برامون بنویسید و حتما و لطفا لینک این ویدیو و ویدیوهای قبلیمون رو در فیسبوک و توییتر در گروه های ایرانیان مقیم کشورهای آمریکا، کانادا، استرالیا، آلمان، بلژیک و سایر شهرها و کشورهای مختلف لطفا شیر بکنید و حتما و لطفا در قسمت سرچ یوتیوب نام کانال نیوز تیب رو سرچ کنید و لایک کنید ویدیوهامون رو، برامون کامنت بذارید و لطفا روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و اون زنگوله کناریش رو فشار بدید و منتظر ویدیوهای جدید و بعدیمون باشید. تا یک ویدیوی دیگه، شب و روز بر شما عزیزان خوش.